چند روز پیش علی استوری کلاس فرند گذاشته و توش نوشته کی شام نخوردی. اولین نفری که این استوری رو ریپلای کرده دعوت به یه شام با میزبانی علی شده. به نظرتون این فرد کیه؟ با ما همراه باشید. اما به چه صورتی؟ استوری کلاس فرند میذارم. این کلاس فرنده تو کلاسم هم نزدیک 200 نفر اینا آدم هست. ببخشید. 200 نفر آدم اینا هست. اولین نفری که اینو ریپلای بکنه من، ما میریم خونش برای شام درست می‌کنیم. ایول. دیگه ببینیم کی ریپلای. نمیشه من الان با گوشیم خودم. آقا تو با هم تو هم می‌خوری هر جا بریم. آها راست میگی. اوکی. وایس ببینیم کی ریپلای می‌کنه. برو بریم. تخمینه. ریپلای شد؟ معلومه؟ آره. الان جدی باید بریم خونه تخمین اینا شام درست کنیم. ببین خیلی خوش شانس بودیم چون الان میلادم 100% میگفت، من سینا میگفت 100%. اوه کی میره این همه راه رو؟ خیلی ها میگفتن ولی خب به تعمیر نمیرسه. بریم. قرار بر چی شد؟ بریم خونش برای شام درست. کبتابه ای هستمش. برو بریم. شانس آورد. خوبی هم دیگه داره. خودمون ظرف نمیشیم دیگه. اونجا سیوجو درست کنیم میخوریم میره. ای بوف یو. بریم آره دیگه. رشت دیگه. خب آقا راه بیافتیم. راه بیافتیم بریم. برو بریم. برو. سلام ماش. پیرو مقدم عرض می‌کنم از همینجا خدمت احمقای سرزمینم. داشت دوست دارین برعکس می‌اومد. برعکس بزنم؟ یعنی چی؟ داشت برعکس می‌اومد بچه. ببین تو همین طبقه هم کان فروشه ول کن. بله. سلام عزیزم. خوبی؟ یکی از بچه‌ها وسط ویدیوی آشپزیمون اومده پیشم. ویدیو آشپزی. چرا رشه؟ محبوبیت خریدنی نیست. علی بیگزبورگ در پارکینگ های اوپال این موجودی که هر جا می رفتیم برای عکس گرفتن آن را خفت می کردن. این موجود کثافت آور. گوشت چرخ کرده به مقدار 700 گرم تهیه شده. گوشت چرخ کرده وقتی می خری 700 گرم چی می خوای باش درست کنی؟ آفرین. سرش بالا مامور. دید 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 دید. حیفون. من با گاو طرفم. ماشینو داده بودم کارواش، مردم اون بر واسطه بودن ریده بودن. ولی کپی خریدار رو ببین، پیاز و گوشت چرخ کرده و سیب زمینی و نوشابه و کره املت داریم. بریم ماشینو رو تحویل بگیریم. خانواده های خوش شانس، خانواده تیجو. ببین برنامه چیه؟ من استوری کلاس فرند گذاشتم، نوشتم کی شام نخورده. هر کی اول نفر ریپلای میکرد میرفتم خونش مزه شام درست میکردم. آره تو اول نفر ریپلای کرد. من با یه ایموجی ناراحت. این شام چیه؟ کباب تابعی. من سیرم. این چاق پس فطرت تو هر شرایطی باید سیگارشو بکشه. تو هر شرایطی. آره بکش بکش. تو هر شرایطی. نخ دومم تو امرو. راستی فقط با ریپلای تخمینه رو دیدیم و ازش نپرسیدیم که بیایم درست کنیم. مهمه مگه؟ حالا با چیز با سمینه میریم بالا سورپرایز میشه. کار ما سورپرایز کردن بچه. کار اصلی ما اینه که گشنه‌ها رو سورپرایز کنیم. شام نخورده رو. ساعت چنده؟ حالا ساعت 10 دقیقه به 11 شده. بریم دیگه، بریم شام درست کنیم. داریم وارد خونه‌شون میشیم با خواهر کوچیکشون. تو بیشتر از اونایی که ریپلای کنم فهم خوشحالیم. گفتم میشه من ریپلای کنم میگم فرق نمی‌کنه. انجا بریم من میگم شما چی؟ نخود شما چرا سورپرایز نشدی؟ بیا نخود بیا به توجه کنم. بیا چطوری کور خیلی بسته. چطوری گوزو گوز کوچک گوز رشتنگ شده. جدی چرا سورپرایز نشدید؟ تو دوربین دیدی ما رو؟ خواهر بزرگه حاجی میگفته بیشتر بخریم حسین. چرا برای همه عادیه اینجا؟ چقدر؟ فکر کنم لو رفتیم. کیو مرس لو رفتیم که کیو مرس؟ آشپزخونتون اینجاست ها؟ بریدون و ما شام درست باییم. Bits of information بخش هایی از اطلاعات یا دیتا. میدونی محتوا چیه؟ ما استوری کلاس گذاشتیم که کی شام نخورده. خب اولین نفری که ریپلای میکرد ما میرفتیم خودش ازش غذا درست کنیم و حالا تهمینه بده اومدیم غذا داریم درست کنیم. آره میفهمی دو درست کنیم. من الان گشنمه میفهمی؟
واسه وظیفه‌مون شد داداشی. بریم بهم درست کنیم، بریم غذا درست کنیم. آقا بریم وایسا. خب وایسا، ما اینجا درخواست وسایل ازشون کردیم که یه سری وسایل برداره واسه ما بیاره که اینجا آماده کنیم. قبل اینکه وسایل برداره بیاره بچا، چون ساعت 11 شب و زیاد خوبیت نردیری و خونه خانمای محترم باشیم، من اینجا به شما سری نشون میدم. سیب زمینی کار اضافه بود چون میدونم دخترا سیب زمینی دوست دارن، البته خودم هم دوست دارم. چه دوست نوشابه که سرشامیه، گوشت ماش، گوشت گوجه با کلاس، کره و پیاز. میریم الان همه اینا رو مخلوط میکنیم. اونم دوست دخترش رو دیده خوشحاله، یه چند مدت شبابش اشغال میکنه. بریم برای عرضبازی ویگز ما. خوش اومدی به چنل من. اگر چنل من سابسکرایب نداری 100% LGBT فنی. اینا هم میدونم از کجا پیدا کردی. داشتم میگشتم تو آشپز کنستم واسه رنجه پیاز. واسه آدم کوچولو، واسه میلاده. میدونی نازنین داره یاد کی میلاده منه بچه ها؟ خواهر فهمینه مامانا بایستن تو آشپزخونه آشپزی من، بچه شون میاد هی حرف میزنه سوال میپرسه. قشنگ نازنین الان انقدر ازم داره سوال میپرسه. یادم رفت بهتون بگم 5 دونه پیازو من پوستشو کندم که رنده کنم. رنده بچه ها، نه ریز نه چی نه هیچی درشت. داری داستان رنده رو پیدا میکنی زد 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 تا چشات بسوزه. با ما همراه باشید دیگه از ما رنده کن. گریه کردم، بگو چرا. اینجا رو ببین، ول کن یه دقیقه صورت منو. اینجا رو پیازها بریم مقدار رسیدن در مرحله بعدی. بچه های گل توی خونه، خانم های محترم عزیز، آشپزای گرامی، آبشو بگیر. چجوری دست رو میذاری اینجا؟ آبشو گیر بذارم. یک چلونه اینش دوباره یک گوشه، یه آتایی میچه آبشو بیار. آب پیازو بیار. همون جوری که اشکی بگرد، پیاز نباید آبش داشته. پیازتون آب داشت مرحله بعدی میدید چیه چت گوشت رو بر میداری باید قاطی میکنیم. میدونم کباب مایتابه بلدید همه تونم، ولی خوب با دست میری توش چت بوردی زرچوبه رو بدونم باشا باشم ریدم زرچوبه. بچه خیلی لوس ها، نگاه لوس لوس اینقدر تمام. همه چی صورتی شد داریم هلا اون چیزی که من میخوام شد. این هم نمک صورتی هم میزنی. ببین میچلونیش تا همه چیزا رو میخوام. نه دوست ندارم. مگه برای ما درست نمی کنی؟ من دوست ندارم. خب از این رو بگیر دوست بگیر. وای چقدر شته. یه ذره میریزم. ادویه ها کجا میخرید؟ بچه ها نگاه کنید اینجا شو نگاه کنید. باید گوشتتون رو یک دست به یک اندازه با یک سیس خیس اینجوری گوشتتون رو خب اینه یه برگر گنده بندازی این کف. رفتم هایپر اونجا میخوام گوشت چرخ کرده بخرم. گفتم آقا گوشت چرخ کرده داری؟ خب برای چی میخوای؟ گفتم برای کباب تابه. اومده برگر داره به من میده. میگه همین خوبه دیگه. گفتم بات کرده رو دستت داداش، برای من گوشت گوساله بردار چیز کن چرخ کن. خب این برگر رو هم اوکیه، بنداز تو مایتابه با برنج خیلی خوب میشه. میگم آقا من گوشت چرخ کرده اصلا میخوام میخوام ماکارونی درست کنم. من همینا رو خورد کن خیلی خوب میشه. تو بخور گو بخور گو بخور اینو فرو نکن. آخرم مجبورش کردم بره گوساله برام چرخ کنه و خدا تومن کرد تو کنم. این اونجا قصابی نیست که هایپر اوپال گوشت یک دست عین برگر. مرحله بعدیشو بهتون یاد میدم. آقا مرحله بعدی یه دونه این چوبیا برمیداری اینجوری، نگاه اینجوری خط گوشتا رو فقط یه خط مهربون اینجوری قبل اینکه بره رو گاز میندازی. دلیلش هم نپرس چون میبینی متوجه میشی. چه صدا دمپایی پاره میاد. یادمش کلوز بذارم آقا، کسی دمپایی میخواد؟ پس چرا صدا پاره میده؟ نمیدونم. اینا همینجوری خط میندازید آقا، کار سختی نیست، کار شاقی نیست. این سیس در اومد شاید براتون سوال پیش بیاد که روغن چی، موغن چی، این داستانا چی. بعد همینجا بهتون اعلام بکنم که بچه‌ها این خودش چون چربی داره روغن منزه کافی میندازه. سالم رژیمی غذا بخورید. کلرم وقتی که این داش جریز ویلیز میکرد میذاری این وسط خودش آب میشه میره لاش. زیر گاز همین فشار و تمام. میذاری روش. البته اینجوری بذار روش که این خطا به سمت خودت باشه خیلی جذاب‌تر. زیر گاز همینقدرها دودولیا، گونگوندا همینقدر، نه بیشتر نه کمتر. بریم واسه سیب زمینی و برنج داخل باشد. داره جلیز ویلیز میکنه. اون لارا نگاه یه سوراخ خوا شده. ان شاء الله لای هممون یه سوراخ اینجوری با شادی باز بشه و قلقل کنه. چرا گفتی اگه بهم اطلاع میدید که ویدیو موام درست می‌کردم؟ قرار ما اطلاع بدیم به هرکسی خونش بود. چون موام خیلی گرمه. بیا نگاه کن این کره رو بچه‌ها. این کره موقعی که به این مرحله قلقل و آبریزی بود شما اینو همین بذار این وسطی که داره قلقل میکنه همین دیگه ولش کن. نمیخواد بندازی اون گوشه موشه ها آب کنه خودشو، خیس کنه خودشو. عافیت. صبر اومدن. روغن رو داغ خیلی کردین کنه خلاص. وای برو بابا. چه جدی؟ چه جدی؟
نه هنوز نریدید. سرخ نشده روغنش. دیگه مراحل آماده‌سازی چیزی نمونده دیگه. غذای بچه‌ها رو من بهشون تحویل میدم و سیکمو از اینجا میزنم. البته یه بشقاب می‌خورم چون خیلی گشنم. برم یه سیگار بکشم. دیگه فکر نکنم اینجا کار خاصی داشته باشه بچه‌ها. فقط موقع برگردوندن کبابی و گوجه اضافه کردن گوجه میام پیش تو. قرمه سبزی یه قاشق به من میدید؟ قرمه سبزی مامانم خوشمزه تره. نخور آقا نخور دارم غذا. مگه نمیام اینجا غذا؟ مگه من نیومدم اینجا غذا درست کنم برای شما؟ مسخرم مگه من؟ یه قاشق خوردم. نخور دیگه تا اینا آماده شه. وای میسیم اینا آماده شه. برو بریم. خب مخاطبای شمول طلا، من اینجا گوشتارو رو برگردوندم. میخوام بهش گوجه اضافه کنم. به بغلش با نمک زیاد. اما من دنبال جای دوربینم. بذار اینجا بهترین جا واسه گذاشتن دوربینه که هر لحظه اگه بیفته دیگه هیچی ازش نمیمونه. ولی بیگزمو که همیشه یه سوراخی پیدا میکنه. من میگم بیگز سوراخ بکنه. آره سوراخ خود رو به من بسپار. خدای کدبانویم. پفی و زباشی بید من بگیرید دیگه. این همه آدمی دا به جز پسر رو البته. چی همش دایرکت من پسر جون؟ بیا خودم میگیرم ات. بیا سرش رو بگی بابا. در گوجه رو بچه های گل تو خونه. میدونم هیچ وقت که نمیدونم میکشه که آمایی تا بایی درست کنید. شما هر وقت ویدیو نودل و اینا گذاشتم رفته درست کردید استوری کردید. ولی مطمئنن تا الان صبحونه ایتالیایی منو دیدید. حتما اونو درست کنید. خداست. خدا. یه چیزی رو به تامینه سپرده بودم. گفتم زیر برنج رو روشن کن. تا الان روشن نبود و خاموش بوده. همین الان روشن کردم و کباب تابه قط رسما آماده است. سیب زمینی هم 10 دقیقه دیگه آماده است. برنج نداریم. آفرین. با اون شلواره. آفرین. حواسم نبود دیگه نداریم فعلا برنج تا اینا رو دیگه نمیدونم چیکار کنیم. پدروت وضعیت رو بیا رنگ و رنگ اونهای شما رو بیگز بکنی اینا قضا میپذیم. فقط برنج رو به یکی سپرده بودم. ایزی چیزی نبود. این غذای خوشمزه آماده آماده است فقط برنج نداریم. شیت به خاطر دستگل تامین خانم از این خاموش کردم چون تازه برنج رو گذاشته واسه کته شدن. میریم 20 دقیقه دیگه میریم پیشتون رو شام بچه‌ها رو میدیم. ساعت هم 12 و 10 دقیقه شب شده. دیر شده من زودتر برم بیام به استیم شام برسم. بزرگه فقط گشنه‌ش اونجا نشسته میگه گشنه تو بچه یک کرم حرف هم نزد. آقا همراه باشید تا شما بچه رو خستگی میگیرم. شما بچه رو بدیم بودیم. یا پیغمبر اینم غذای خوشمزه شماها. با سیب زمینی سرخ کرده و گوشت زیاد. آه اینا چه ریخته اینجا بابا میزه کرده هم خب یه جو بینم کوچک مثل همه کوچک به خدا اون بزرگ نیست. اینجا تو کوچک هستی. سیب زمینی خوره سس مخصوص بیگز با همشون نریز در ما راستی بخون چی نمیدی خودتون رو زنی نمیدی نظرم میخواست بیاد جمعه رفتی خب من میخورم این تکه نظرم بایی این هم مالا بزن این هم باید دوتا بسی نکافی مکنه این قدر اینجا غذا بود چون رستوران نمیداریم؟ دوست دارم اتفاقا کجا من اون رستوران نزنم؟ و کجا من اون شاید تا الان نزن داشتم؟ من اگه بزنیم خودم مطور ثابت شد شاید باورتون نشه به تازگی ها صحبت شده با یه جایی غیره که شرکی به بگی رستوران بزنیم مکردیم بله همه این هم برای بخوریم خودمونم ببینیم چه مزه‌ای شده شما حاجی ماما میام واقعا عالیه. باز این نمک زد به غذای من. نمک نداریم بچه ها دیر وقت من دوربینو ببندم بچه ها مازه غذا هم کنم تا هم غذا هم بخورم سیکم بزنم کنه که هم دقیقا یک استریم بشم. مرسی که وقتی گرام باهات ما دادی. اگه اینجور ویدیوها رو خوشت اومد به من تو کامنت بگو که بازم استوری کلاس بزنم و اولین نفری بجز تامین ریپلای کرد برم خونه شما سرش شام درست کنم چون دیگه بعد تامین درست کردیم دیگه وانیم زیرن یه بارو زودتری ریپلا کرد تو دیگه روز هم نیستی. برای بیرون لایک کامنت سابسکرایب برموش نشه و زنگوله طلایی میلاد همتی تا دیدار دیگر بهتون.